بله تشکر نخدای جان و سلام علیکم، عصر همه شما بخیر. انشالله خوب و صحتمند هستین. برنامه هم شروع شده بخیر، تا سر ساعت 5 همراه ما باشین. سلام به شما. سلام. خوب هستین؟ بله. صحتتان خوب است؟ بله. خوش آمدین. خوش بسین. آماده هستین بخیر برنامه ها را شروع کنیم؟ بله. خدا را شکر. سلام نخاطک جانم. سلام اسما جان، جور هستی؟ تشکر، خدا که خوب هستی. ساعتت خوب است؟ زنده و سلامت باشی. چی حال داری که تی آخرای زمستان؟ میگذره نخاطک جان، خوب باش که تی دوستان سلام علیکنم. سلام دوست که خوب هستین؟ بله. جانتان جور هست؟ بله. از اونو دبینتان زیرک و عدیس هم از جور هستن؟ بله. آبه سکتان است. دراخ از اونو سوخی نکده نه؟ نه. آفرین ساباش. خب امروز شما بازم مهمان ما شدین و من مطمئن هستم مثل همیشه مطالب خوب یاد گرفتین که برای دوستای دیگه تان که در خانه هستن بخونین. درست میگم؟ بله. خیام آماده هستین که شروع کنین؟ بله. بسیار خوب، از اول بفتخار خود کف بزنین برای ملاقات شد. دوستی دوستی افسرده دل درمان کند، دشمنی صد خانه را ویران کند، جنگ و نفرت خون آرد در وطن، صلح درد این وطن درمان کند، کینه و نفرت بلا از کین بلا، چه بسا انسان را حیوان کند، هر که تخم باد کارد در زمین، در اخیر سال درو طوفان کند، زیستن در صلح با یک همدلی، زندگی را بر همه آسان کند، لیک جنگ و وحشت و بیدانشی این جهان را بر همه زندان کند، دوستی ها عادت آرد در وطن، دشمنی خانه ها را ویران کند. ترانه هموطن، ای هموطن، ای همزبان، آواره بی خانمان، چون بلبل بی آشیان، تا چند باشی سرکران، برگرد سوی بوستان، بازا کنار میهنت، رو به بیابان کرده ای، ترک گلستان کرده ای، خود را پریشان کرده ای، پابند هجران کرده ای، بشکن قفس پرواز کن، بازا کنار میهنت، تا گشت از میهن جدا، برخیشتن کردی جفا، ترک وطن باشد خطا، میهن نمی بخشد تو را، برخیز از خواب گران، بازا کنار میهنت، میهن شگوفان می شود، چون غنچه خندان می شود، بلبل غزل خان می شود، بر شاخ ساران می شود، بشنو نوای عاشقان، بازا کنار میهنت. نه شکاری و گرد، شکاری جان شکاری، تفنگ خالی داری، بگی بگی نشانی، مرا زدن تانی، گرگک گرگک برارم، تو را غرض ندارم، برو تو پشت کارت، نمی کنم شکارت، برو به من شکاره، به جان نکو جان داره، اگر شدم سرت قام، میشی از ایستیم اوگان، حالا ببین روزی تا نپرانم پوزی تا، تک تک تک. جانی جانی یس پاپا، ایتال ملک یس پاپا، ایتال شوگر نو پاپا، تلنگ آلویس نو پاپا، اوپن یو ماوت ها ها ها. ترانه مادر، ای مادر شیرینم، از همه بهترینم، بذار تا بسویت تا زنده ام ببینم، تو رنگ قصه هایم، تو باغ خواب هایم، ای مادر عزیزم، سرخط شیرهایم، ای مادر شیرینم، از همه بهترینم، بذار تا بسویت تا زنده ام ببینم، تو مایه سرنشستم، تصویر سرنوشتم، آغوش پرز مهرت چون سایه بهشتم، ای مادر شیرینم، از همه بهترینم، بگذار تا بسویت تا زنده ام ببینم.
اتلک پنجوی اینا شکرک شکرک در باغ بود پایک پرخواب. تو ای با روح جان من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی، کند در چهره ات گل آشیانه، کلید مشکلات سرزمینی، شکوه دست هایت آسمانی، کلید مخزن گنج الهی. پیامبر گفته من آموزگارم، علی شد بنده روح معانی، دوباره دوره کردی کودکی را، دوباره بخش کردی عاشقی را. بله، تشکر بسیار زیاد از همه شما که مثل همیشه مطالب زیبا و بسیار خوب و آموزنده را یاد گرفته بودین و برای دوستانتون که در خانه هستند خواندین. خب اینا را شما چند سوال دارم. شما برای سال تعلیمی جدید به خیر آمادگی گرفتین؟ لباس برای مکتبتون گرفتین؟ نخوتک است؟ برای ایسی که بسیار نخوتک؟ نخوتک جان چیال انداختی؟ اینجا برنامه از خود یه رقم سر صدا را انداختی همه خنمی دیگه بسخی اینی پوپک دلش هست که حال ما بخی از او نوکرش باشیم. گم شد دیگه انسان هم مفتمیه مرا گناه ما دیگه ایچی هسته. نخوتک جان تو برای ما بگو که اصل گپ چی هست، خودت چرا خفستی، پوپک جان چرا اعصابت خراب کرده، چی گفته که قدر قار هستی، باز ما بفهمیم که گپ در کجاست. نه خودت گامدی گپ هم معلوم نیست، ناخ هرچی که در زبانت می گفتم این همه قفه که نمی کنی که یکان گپک ها خوب نیست که آدم در جای بگویه. نه تو کدام گپ نیست، تو فرق کردی که خیلی ما جنگ می کنیم، یک گپ ناخ قایم گرفته که مجبور می شی که تیز گفتگو کنی. ما قبرش هم سلک کدم که ایت پرسن نکو مگم هسترست سیر نمی کنه. خب خیره نخوتک جان، خیلی تو برای ما بگو که اصل مشکل در کجاست که ما کوشش کنیم حلش بکنیم تا ای که باز داینده دوباره حال مقالتان نبرایه. گپیش اسما جان دستکای خوبم که پرسل مزپیس پوپک یک کتاب گرفته بودم که بخوانم. تا نصف کتاب خواندم دیگه مو وقت پیدا نکردم که ادامه بدم. باز نمیفهم که کتاب چی شد چی نشد. ناله بخیر یک سال بعد آمده که بیار کتاب ما که امانت مردم است. من دیگه چی کنم که امانت مردم است؟ بود ولی نه. خب ما حالا فهمیدم که اصلا مشکل در کجاست. دوستای خوبم حل کردن این موضوع یک کمک وقت میگیره، از اون خاطر بعدن روش گپ میزنیم. فعلا بخش رسامی کردستی ما آماده نشده است، اگر شما دوست دارین که ببینین بلند کف بزنین با هم میبینیم. Thank you.
بله دوستان شیرینم، این بخش رسامه کاریستی این هفته انشالله خوشتان آمده و یادشام گرفتین و دیگه از موضوع برنامه ما دور نمیریم. اینا را از شما یک سوال میپرسم، به نظر شما ای که نخاطر جان در امانت کسی خیانت کرده کار خوب کرده؟ نه خیر. وای اسما جانی تو چی گفته میری؟ از اونو امانت چی؟ خیانت چی؟ ما کدوم کار نکردیم، فقط یک کتابه که خرد بود که بر خواندن گرفته بودم، بازی دیگه امانت شده نمیتونه. حالا که گم شد دایی دیگه من چی گناه دارم بابا؟ نه خیر نه خاطر جان، خدا کت باید قگپ بفهمی که امانت خرد و کلان نمیداشته باشه. امانت امانت است، چی یک چیز بسیار کلان باشه چی یک چیز بسیار خرد باشه. و دیگه ای که وقت ما یک چیز از پیش یک کسی میگیریم، باید وقت کار ما خلاص شد دوباره اونمو را به صاحبش صحیح و سلامت تسلیم بکنیم و کاری هم که خودت کردی اصلا کار درست نبود. اسما جان ما خور سودا نکردیم یا به کسی دیگه ندادیم، خانه از دیگه من نکدم جای افتیده باشه. امروز نیست، سبانه دیگه سبا پیدا میشه باش. بله نه خاطر جان این خود صحیح است، اما گپ سودا کردن نیست. ما به این خاطر خودت ملامت میکنم که داینده به خیر فکر تایی میگیری و دوباره اشتباه را نکنی. وقتی تو از یک نفر یک چیز را میگیری و الان یک چیز بسیار خرد باشه و نظر تا مثلا نبه و هیچ پیش خودت ارزش نداشته باشه، اما ممکن پیش صاحبش ارزش داشته باشه. اگر نداشته باشم به او هم ارزش، تو باید از مال کسی که گرفتی خوب مواظبت کنی و بسیار متوجهش باشی. درست است اسما جان، اشتباه از من بود، باید متوجه کتابه که دوست پوپک جان میبدم. این جاینم برتان وعده میدم که داینده از پیش ما نخوته که امانتدار جور خواست. اینا وعده آفرین نخوته جان، اینال بخیر که بچه یک خوب شدی، ما بسیار خوشحال شدیم و فعلا میخوایم از استقای ما پرسان بکنم که آیا اینایی که اینجا هستن در مورد امانت و امانتداری چیز میفهمن یا نمیفهمن؟ سیست نخوته؟ بله سیست. خب درباره امانتداری یا نگاه کردن امانت کسی، هر کس چیز میفهمه دستش بلند بکنه که من مایک برش بدم. آفرینتان شما. امانت داری کار خوب است و ما باید همیشه چیز رو که امانت میگیریم پس بسایبش صحیح و سلامت تسلیم کنیم. نام خدا چک چک کنیم سر بدارت ما. آفرین. دیگه با اونا بدین، نوبت شما میرسه. ما وقتی یک امانت را میگیریم باید صحیح سلامت با صاحبش بدیم، با باطر که هم با ما جنجال نمیشه و هم با او. نام خدا، اینام کاملا درست گفتن. اگر ما وقتی از یک کسی یک چیز را امانت میگیریم دوباره صحیح و سالم برش بدیم و نمو از کسر ما قار نمیشه و جنجال ما نمیبرایه، درست است؟ شما؟ آدم امانت دارم کلگی دوست دارم. بسیار خوب، درست میگن نه؟ آفرین. از دخترها؟ دخترها؟ خب خیر است دیگر ها؟ هیچ کس؟ خب بازم آفرینتان، بسیار گپای خوب داشتین شما و دل ما اینا رو جمع شد بخیر که شما آدم های امانت دار هستین. یارا ما میگم به شکتان است ولا دیگه هیچ رای نزن پوپک جان، ما کتابه که دوسته که تا پیدا میکنم به هر شکلی که شوه خاطره که جمع باشه. بسیار خوب نخاطر جان، آفرین، بسیار کار خوب میکنی و اینال هم دیگه خدا کت برو بر ما دکتر صاحب روان کن، بخاطر که ما و دوستکم بسیار منتظر هستیم تا که ببینیم دکتر صاحب امروز میخواین در مورد کدام موضوع بر ما صحبت کنیم. چرا نیازار کرتین؟ من رفتم سمون به افتخار دکتر صاحب یک چک چک بلند کنیم. من رفتم. بله دوستای شیرینم، دکتر صاحب در برنامه ما آمدن بخیر و شما یاد دارین که وقتی کلانا را دیدین باز چی میگین؟ سلام دکتر صاحب. علیکم سلام اطفال نازنین، اسما جان دوست داشتنی، چی حال داری؟ خوب هستین؟ تشکر. همه تون صحتمند هستین؟ شکر خدا را هزار بار شکر. اسما جان خودت چی حال داری؟ خانه و خانواده همه چی خوب هستن؟ خوب هستیم دکتر صاحب، تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. خب اطفال شیرین دوست داشتنی، امیدوار هستم که همتون جور و صحتمند باشین و همه روزه نظافت پاکی و لباس ها و محیط زیستان در نظر بگیرین، به خاطر که همی که میگن نظافت جز ایمان است باز گپ بی جان است. نظافت چی است؟ شاباش. و موضوعی را که امروز براتون میخوایم دربارش معلومات بدم یک موضوع بسیار حیاتی و مهم است و اون موضوع آب است. چی است؟ آب. شاباش. بله قسمی که گفتم آب مایه حیات است، با
پس ما باید بسیار زیاد کوشش کنیم عذابی که روزمره به خاطر نوشیدن استفاده میکنیم از صحیح بودنش اطمینان کامل داشته باشیم که خدای نخواسته ما رو دچار کدام مریضی نکنه. دچار چی؟ مریضی. بله، هر روز صبح که از خانه طرف مکتب میرین ترموزکای آبتان از خانه آب پاک و صحیح پر کنین و هنگامی که ترش نشدین از او بنوشین و گاهی در خانه از چای سرلوچ استفاده میکنین، باید به مادر جانتان بگوین که آب برتان پیش از نوشیدن یک بار خوب جوش بده. چی بده؟ جوش. شاباش که مگروبایش از بین بره. باز هنگامی که سرد شد اونه بخیر نوش جان کنین و یک گپ دیگه که فراموشم نشه، اطفال قند شیرین اویی است که هر وقت شما از کوچه و بازار که تیر میشین و میبینین که نلای ها باز است و آب ازش به جا میره و یا خودتان از نل آب مکتب و خانه و یا هر جایی که استفاده میکنین همین که کارتان خلاص شد با زود کده دان نل بسته کنین. چی کنین؟ بسته. شاباز که آب به جا مصرف نشه و در این کارتان داخل ثواب میشین و دیگه ای که خدا را هزار بار شکر که امسال به فضل خداوند مهربان برف باران زیاد شد و انشالله که یک سال پربرکت و بدون جنگ و جدل و بدون آب خشکی در پیش روی داشته باشیم. درست است موجود؟ بله دکتر صاحب، تشکر بسیار زیاد. و دوستاکای ما، شما از گپای دکتر صاحب چیزی آموختین؟ بله. دقیق و گوش کردین نه؟ آفرینتان. این حالا هم نوبت لغت این هفته است که با هم یک جمعی بینیم و همچنان بعد از اون میبینیم که شما در مورد لغت این هفته ما کدام جمله هم داشتین یا نداشتین. بله بله اسما جان، دوستکای نوزنین، ما به اجازهتون خیص پیشتون مرخص میشون. درست از دکتر صاحب، خوش آمدین. خیال که شما میرین بعد از لغت هفته امرای خود بابا جان خود داشتیم. درست است؟ درست. فعلا شما چک کنین. الف میم الف نون تی امانت. تمام مردم بالای انسان امانتدار اعتماد دارد. پیامبر ما مثال خوبی از امانتداری است. مرد جوان ارزخمند امانت دار. امانت را خاک خیانت نمی کند. انسان های امانتدار را همه دوست دارد. بله دوستان شنیدم، خوش آمدین. این هم لغت این هفته و خوشبختانه لغت هفته ما امانتداری بود و بسیار خوشحال شدم که شما در این مورد جملات بسیار خوب داشتین. این حالا هم بابا جان ما آمدن و چی میکنن کلدارا که میبینال دیگه باید بیخیمتان آدت چه باشه. سلام سلام، خوب استین؟ بله. جانتان جور است؟ بله. شاباز شاباز، اینه بخیر، کم کم طرف بهار میریم. اما تو رسنی؟ بله. اسما جان نازنین، سلام بابا جان، خوش آمدید. خوب هستم، زنده باشید. خوب هستی، جور هستی، سعدمند هستی؟ تشکر، سلامت باشید. خدا را هزار بار شکر، خدا را هزار بار شکر. نواسای خوبم، پیش از اینکه براتون قصه امروز بگویم بهتر است که یکی از احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که راجع به امانت داریست براتون میگم که او گفته اگر کسی تو را امین دانست و امانت به تو سپرد، آن را به او برگردان و اگر کسی به تو خیانت و دغلکاری کرد، تو به او خیانت نکن. امیدوار هستم که شما هم از حدیث شریف چیز آموخته باشید. اسما جان، اینو قصه را براتون شروع کنم؟ بله بفرمایید و اگر اول بگوین نام قصه چی است خوشحال میشیم. موضوع ما و نام قصه ما پقانه حسود است. میگه تا بچگک ها پقانه خریدن، یکی از پقانه گلابی بود و دیگه سفید. همی هر دو پقانه را گرفتن و پف کردن دانش را بسته کردن و به کمک پدر جان خود در چت خانه اوزان کردن. در کجا اوزان کردن؟ شاباز، خوب فکرتانه بگیریم. این پقانه سفید از پقانه گلابی کردن چاکتر و کلانتر بود. به خاطر همی گم پقانه گلابی بسیار عصبانی مال میشد. پقانه گلابی شروع کرد به غر زدن و غر زدن و گفت که بچه ها قصدن مرا کم پفت کردن و تر زیادتر. ای بچه ها بین ما و تو فرق قائل شدن. ما بسیارم از تو که کلانتر هستم،
اگر مرا زیاد پف میکردن من دو برابر تو میشدم. این را پقانه گلابی و پقانه سفید گفت. پقانه سفید گفت که نه تو کدام گپ نیست. تا جایی که لازم بود هر دوی ما را پف کردم. اونا هر دوی ما را دوست دارن. ندی که بخاطر ما چقدر خوشحالی کردم؟ پقانه گلابی با عصبانیت گفت. دیگه همراه ما گپ نزن. من خودم یک راه پیدا میکنم و خدا خوب کلان میسازم و به کلگی نشان میدم که مستو کده کلان تر است. شاو که شدم این بچگک ها به خواب رفتن. پقانه گلابی هم همه قسم و اون طرف سیل میکرد این طرف سیل میکرد که یک دفعه چشمش دلماری خورد که دلماری یک دانه پمپ بود. چی بود؟ شاباز. پقانه از پمپ خواست که تا بیایه و بادشه بیشتر کنه. پمپ اول بسیار با مهربانی قبول کرد، ولی وقتی که پیش پقانه آمد دور از نزدیک دید گفت که اوه اگه ازی بیشتر ای هوا بگیره خب ممکن است که دفعه صدا بتا. چی بتا؟ صدا. پقانه گلابی با شنیدن از این حرفا عصبانی شد و گفت که تو مثل پقانه سفید خودخواه هستی. چی هستی؟ خودخواه. شاباز. پمپ از حرفای پقانه گلابی هم تو ناراحت شد و پقانه با خود هم تو قار کرد و با کلگی قار کرد. وقتی که خدا ترش کرد دید که یک رقم امی ترش کردن به نفش است و باد گرفتم میره باد گرفتم میره. پقانه گلابی از این قضیه بسیار خوشحال شد. اون قدر پشونی خدا ترش کرد و قار کرد و ادامه داد تا که امی بادش بیشتر شد. بالاخره گرم چی کرد؟ گرم صدا داد. تو تا که کاشار طرف افتید باد از او دیگه پقانه که بیچاره زنده نبود تا بفهمه که هر کس باید به اندازه خودش که هست با مون اندازه قبول کنه. ای کاش قار نمیکرد و هنوزم تال در کجا می بود؟ در داخل اتاق می بود و تکان می خورد و بچگک ها خوشحال می شد. اسما جان خدا چیز آموختی است قصه؟ بله بابا جان و انشالله که دوستان کریم ما مخته باشن به چیزی که دارین قناعت بکنین. سعیز؟ بله. آفرینتان و بابا جان تشکر بسیار زیاد که زحمت کشیدین و به برنامه آمدین تشریف آوردین قصه بسیار مقبول و مثل همیشه برای ما گفتین. زنده و سلامت باشین نواسای خوب ممیرم و شما به افتخار نخوتک جان باز یک کف بلند بزنین که به و نخوتک جان آهنگت مثل همیشه بسیار مقبول بود. زنده باشی سلامت باشی خیر ببینی تو هم زنده باشی نخوتک جان و آهسته آهسته رسیدیم به خیر به آخر برنامه ما. تشکر از شما که مهمان ما شدین، تشکر از شما که برنامه خان تماشا کردین. امروز برنامه هم گپای بسیار خوب خوب یاد گرفتین. اول ای که امانت دار باشین، انسان امینه هر کس دوست داره و هر کس بالاش اعتبار می داشته باشه. دومی که تا حد توان کوشش کنین از آبای صحی استفاده بکنین و سوم هم قصه بابا جان ما بود در مورد حسود بودن بود. هیچ وقت حسود نباشین و به چیزی که خودتان دارین با نمو قناعت بکنین به خاطر که خداوند جل جلاله خودش را بر شما داده. درست است؟ بله. و فعلا فیلم کارتونی زیبا را براتون آماده کردیم با نشر همین فیلم کارتونی. خداحافظ همیشه. خداحافظ. بای بای.